خامنه ای با تشکیل یک دولت حزب اللهی جوان میخواست مشکل نظام رو حل کنه، به همین دلیل رئیسی رو آورد. اما با هلاکت رئیسی مجبور به پذیرش تبعات اون شده است. آیا سوال اینه که با بحران هایی که خامنه ای دامنگیر شده، حاکمیتش چه سمت و سویی میگیره؟ آیا پزشکیان میتونه خارج از اراده خامنه ای کاری کنه؟ آیا پزشکیان توان حل مشکلات و پاسخ به مطالبات مردم رو داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای دکتر صادق پشفروش. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. خواهش می‌کنم. منم اجازه بدید مقدمتا سلام کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ایران آزادی. در خدمت شما هستم برای پاسخگویی به سوالات. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، با توجه به انتصاب پزشکیان توسط خامنه‌ای، به نظر شما موقعیت کنونی خامنه‌ای به دنبال هلاکت رئیسی و جنگ و جدالی که اکنون در جریان هستش چیه؟ برای پاسخ به این سوال خیلی خوبه که ابتدا شناخت و درک بهتری نسبت به وضعیت کشور بعد از مرگ رئیسی و جانشینی پزشکیان بکنیم و در واقع نگاهی به موقعیت کنونی خامنه ای و عوامل شکستش تو نمایش انتخابات اخیر. اگه یادتون باشه تو 28 شهریور سال 99 خامنه ای تو دیدار با لباس شخصی های خودش که اونا رو تحت عنوان تشکل دانشجوی جمع کرده بود گفت که راه حل مشکلات نظام ولی فقیه و در واقع عبور از بحران های موجود تشکیل یک دولت جوان و حزب اللهیه که از همون موقع همین رو در واقع در سخنرانی بعدیش هم گفت. او فکر میکرد با انتصاب رئیسی و حذف اصلاح طلبا میتونه یک دولت جوان حزب اللهی رو شکل بده و به اون برسه و اینطور هم در واقع مشکلات نظام رو حل کنه. با تاکید کرد که خامنه‌ای از ترس قیام‌های آینده به این عناوین متوسل شده بود، اما بادکنک این آرزوها دیدیم که با مرگ رئیسی ترکید و استراتژی یک دست کردن و خالص کردن نظام رو بالکل نابود کرد. حالا خامنه‌ای در رأس نظام ملایان مجبوره که تبعات مرگ زودرس رئیسی رو بپذیره. در نتیجه آثار عمل کرده این زهر تو انتخابات 1403 به صورت شقه و شکاف دیدیم که آشکار شد. اما اون چی که در انتخابات 1403 شنیده شد، صدای در واقع 88% در دور اول و 91% از مردم در دور دوم بود که تحریم کردن. این تحریم رفراندومی رو در واقع رقم زد که خامنه‌ای هیچگاه تن حاضر نبود به اون تن بده و تا به حال هم نداده بود و این انتخابات این رو به اون تحمیل کرد. تحریم سراسری هم در واقع محصول سلسله قیام ها و اعتراضات پیشین بود و بیانگر وجود فضای انفجاری و ناراضی جامعه بود. اما او مجبور شد با پذیرش تحقیر بگه که اینکه تصور بشه کسانی که در دور اول رأی ندادن مخالف نظام هستن برداشت کاملا اشتباهیه. این حرف خامنه‌ای بود. اما برخلاف اظهارات وارونه نمایانه خامنه‌ای، رأی اکثریت مردم ایران اعتراض به وضع موجود و تمایل به براندازی بود. این تحریم تا اونجا جدی، چشمگیر و غیر قابل کتمانه که در نخستین گام شقه و شکافی رو بهش تحمیل کرد که الان ما داریم آثارش رو میبینیم. و مهمتر، ترس و نگرانی از آینده‌ای که این اکثریت ناراضی رقم خواهند زد. این در واقع موضوع اصلی بود که در واقع خامنه‌ای بهش دوچاره. بله. حالا آقای دکتر، با توجه به توضیحاتی که در مورد وضعیت فعلی دادید، شما آینده حاکمیت خامنه‌ای رو با تمامی بحران‌های پیش رو چطور می‌بینید؟
به نکته مهمی اشاره کردید. با توجه به ماجراجویی‌های تروریستی تو منطقه خاورمیانه و عوامل دیگه که الان در پیش، مثل انتخابات آمریکا و مهمتر اشاره کردم آشکار شدن 80 تا 90 درصد ناراضی که اساسا این رژیم رو در تمامیتش نمیخوان، باید گفت که خامنه‌ای و نظام ملایان روزگار سختی رو در پیش رو خواهند داشت. خامنه‌ای تلاش میکنه با تقویت دولت جدید و با روی کار آوردن این پزشکیان با وضع شکننده‌ای که در پیش رو داره مقابله کنه. او با نمایش انتخابات میخواست موزل جانشینی خودش رو در واقع حل کنه و نظام رو از بحران‌های بی‌علاج عبور بده، اما تحریم حد اکثری خلاف این خواسته اونو رقم زد، به طوری که تو مختصات جدید زمینه مساعد برای تعیین جانشینی را هم از دست داد. خامنه‌ای باید با شکاف‌های درونی حاکمیت خودش هم که در حال عمیق‌تر شدن و بحرانی‌تر شدن هم هست الان مقابله کنه. بنابراین طبیعیه که این موضوع قوت و قدرت اون و حکومتش رو در مقابل با قیام‌ها و خیزش‌های آینده خواهد گرفت و تحلیل خواهد برد. بله، به نظر شما، یعنی منظور شما از اینکه تحریم حداکثری در انتخابات و بعد هم آوردن پزشکیان قوت و قدرت خامنه‌ای و حکومتش رو برای مقابله با قیام‌های آینده خواهد گرفت، این یعنی چی؟ منظورتون چی هستش از این؟ ببینید، تحریم سراسری انتخابات 1403 نتیجه طبیعی اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی بود و در واقع یک پدیده خلع‌وساعه نبود. در واقع میخوام بگم که این تحریم به عنوان یک رفراندوم اعلام نشده و برگزار نشده عمل کرد و به این ترتیب نفرت جامعه رو از ضعف‌های نظام ملایان برملا کرد. همینطور نشون داد که مردم ایران دنبال تغییرات بنیادین و دگرگونی کل نظام هستند. پس میشه گفت که با توجه به شرایط موجود، علی‌رغم آوردن پزشکیان به عنوان رئیس جمهور این نظام، به نظر میرسه که نظام ملایان الان در مسیر فروپاشی سرنگونی قرار گرفته و البته تداوم اعتراضات و فشارهای داخلی و خارجی و مطالبات مردم از پزشکیان در مورد حق و حقوق اولیه‌شون میتونه این روند رو سرعت بده. در چنین شرایطی خامنه‌ای مجبور به اتخاذ تصمیمات دشواری خواهد شد که احتمالاً بر وضعیت داخلی و خارجی ایران تأثیرات عمیقی به نظر من خواهد گذاشت. ولی باید گفت که تعادل قوای جدیدی را هم در حاکمیت ایجاد کرده و باش مواجه خواهیم بود که باید برای اون هم آماده باشیم. بله، صحبت از پزشکیان شد. به نظر شما آیا پزشکیان میتونه خارج از اراده خامنه‌ای تصمیم بگیره؟ شما به این نکته توجه کنید که خامنه‌ای یک صورت مسئله داشت و داره و تا آخرم خواهد داشت و اونم حفظ نظام و حفظ خودش در قدرت. خامنه‌ای برای حفظ نظام در هر شرایطی، هر تحولی، هیچ راهی جز سرکوب و جنگ افروزی نداشته و نخواهد داشت. بنابراین خامنه‌ای از خیزش مردم و از قیام وحشت داره، از مقاومت مسلحانه و سراسری بغایت وحشت داره. لذا اگرم پنجری به روی این جماعت اصلاح طلب الان میبینیم که باز کرده، فقط برای افزایش مشارکت تو انتخابات بود. به عبارتی خامنه‌ای جبهه اصلی نبرد خودش، یعنی مردم و مقاومت سازمان یافته و سراسری رو هیچ وقت فراموش نمیکنه و از پزشکیان هم همینو میخواد که کمککارش در همین جبهه و در خدمت همین جنگ باشه. به همین علت پزشکیان هم باید در خدمت همین کار قرار بگیره و در همین مسیر برای خامنه‌ای انجام وظیفه کنه. البته باید بگم که این جماعت حاکمیت جدید هیچ ابهامی یا تناقضی یا مشکلی در همسویی و همکاری و جنگ در یک جبهه مشترک علیه مردم و مقاومت مردم ایران نداره، کما اینکه پزشکیان هم گفته ذوب در ولایت هستم. مردم ایران
قیام و سرنگونی میخوان، اما اونا میخوان آتش قیام ها رو خاموش کنن و نظام رو حفظ کنن. اینو هم باید اضافه کنم که علاوه بر عملکرد زهر هلاکت رئیسی در تار و پود این نظام، خامنه‌ای با یک جامعه انفجاری عبور کرده از تحریم‌های انتخابات و قیام 1401 مواجه، همینطور اون با یک مقاومت سازمان یافته و سراسری همراه با شبکه گسترده کانون‌های شورشی روبروه. هر روز این جبهه در شرایط بعد از هلاکت رئیسی می‌بینیم که قوی‌تر میشه و در مقابلش جبهه رژیم گسسته و بازتر میشه و همین برای خامنه‌ای شرایط سخت و دشواری رو الان ایجاد کرده. بله. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، به نظر شما آیا پزشکیان میتونه از روزی که سر کار اومد به مطالبات مردم و اقشار مختلف پاسخ بده؟ ببینید، پزشکیان که خودش گفته سرباز ولایت و ذوب در ولایت هم و طبعا کسی ابهامی نسبت به اون نداره و سال 96 هم دانشجویان و مردم هم اعلام کردند که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اما فرض بگیریم پزشکیان ادعای اصلاحاتی داره. خب اگه اینطوره و اگه پزشکیان اصلاحاتی برخلاف گفته خودش ذوب تو ولایت نیست و میخواد وضعیت رو اصلاح کنه، پس از همان روزی که سر کار اومد و در قدم اول میشه با چند اقدام روشن و مشخص این رئیس جمهور جدید خامنه‌ای رو محک زد. از جمله در مورد اعلام لغو حجاب اجباری و جمع کردن همه گشت‌های سرکوب زنان، آزادی همه زندانیان سیاسی، الغای حکم اعدام و هر گونه شکنجه و مجازات های ضد انسانی مثل شلاق و دست بریدن و چش دروردن، لغو فیلترینگ اینترنت، تامین حقوق کارگران، زحمتکشان، کارمندان، فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان، کاهش قیمت مایحتاج و خدمات عمومی مثل نان، آب، برق، گاز، بنزین، دارو و مسکن که گلوی مردم رو میفشوره، انحلال شورای نگهبان رژیم، تجدید انتخابات مجلس بدون التزام به ولایت فقیه با تأکید بر آزادی بیان و اجتماعات. به عنوان نمونه مشخصا از همین الان اعلام کنه که باید تمام بساط خالص سازی ها تو دانشگاه برچیده بشه. این یک معیاره که کسی که واقعا اصلاحاتیه یا نیست و دروغ میگه و میخواد شیاد بازی در بیاره با این مواد محک زده میشه. توی دانشگاه بساط گشت سرکوب رو راه انداختن و همین الان تحت عنوان آخوندساخته بدحجابی و بدپوشش خون دانشجویان دختر رو توش شیشه کردن. خب اعلام کنه این باید برچیده بشه، یا بیاد استادهایی که اخراج کردن سر کار برگردونه و اعلام کنه دانشجویانی که این مدت از تحصیل محروم شدن و اونا رو محروم کردن به سر کلاسشون برگردونه، یا دانشجویانی که فقط به خاطر آزادی طلبی الان توی زندان و بازداشت هستن رو آزاد اعلام کنه. اعلام کنه دانشجویان در دانشگاه حق فعالیت آزادانه دانشجویی دارن. اینا هر کدوم میتونه دلیلی بر این باشه که پزشکیان خواهان اصلاحات هست یا نه. در غیر این صورت یک شیاد بیش نیست. در واقع بعد از انتخاب پزشکیان شرایط به شکلیه که باید به مطالبات بر حق مردم پاسخ داده بشه، اما چون چنین توانی در کل این نظام نیست و خامنه‌ای راهی جز ادامه سرکوب و جنگ افروزی نداره و لاجرم قیام ها در یک مدار بالاتری میبینیم که شکل خواهد گرفت و این همون شرایطیه که آمادگی همه نیروهایی که راه حل رو فقط در سرنگونی تام و تمام این رژیم میبینن رو میطلبه، چون با مرگ رئیسی شرایط و تعادل قوای جدیدی در حاکمیت الان ایجاد شده و از هم اکنون
آثار و از همکنون آثار شقه و شکاف رو ما میتونیم تو سگدعواهای باندها ببینیم و میتونیم ببینیم که چطور داره تار و پود این نظام رو از هم باز میکنه و همین شقه و شکاف چه شرایط قیام رو هر روز آماده تر میکنه. خب پس باید ما هم آماده باشیم برای این شرایط. بله، با تشکر از این که در این برنامه با ما همراه بودید امروز، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.